بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اللهم صل علی محمد و سلم. عرض سلام و احترام دارم، معذر مبارک یکایک شما عزیزان دانشجو. عزیزان، با درس جدیدی از سلسله درس های حقوق عینی دو در خدمت شما هستیم. منظور از حقوق عینی دو امان گونه که شما مستحضر هستید، حقوق عینی طبیعی می باشد. سلایدی که فعلا در خدمت شما هست و به نمایش گذاشته شده به معرفی مضمون میپردازه و این سلاید در همه درس ها بر طبق هدایتی که از طرف پوانتون شما داده شده تکرار میشه و در این تلاش میورزه ما که مهمترین اهداف آموزشی مضمون حقوق عینی طبیعی خدمت شما بیان کنیم و همچنان روش تدریس و مسائل مربوط به مهمترین منابعی که از اونها میتوان در این زمینه استفاده به عمل آورد. طبیعتا سر این سلاید زیاده میپیشیم، میریم سراغ سلاید بعدی. عزیزان، ما در هفته پنجم یا درس پنجم قرار داریم. در این درس تلاش میکنیم که با محوریت شرایط ارکان رن در خدمت شما باشیم و عنوان درس ما هم شرایط ارکان رن هست. اهدافی که از این درس ما تعقیب میکنیم، اول همی هست که یک محصل ما، یک دانشوی ما با شرایط عاقدان آشنا بشه، بفهمم که یک عاقدی که عقد بسته میکنه چی ایجاب کننده است و چی قابل قبول کننده است، دارای چی شرایطی باید باشه، از چی مواصفاتی برخوردار باشه که بتونه عقد در منعقد بسازه و اراده خود تبارز بده و بر اساس تبارز ای اراده با اراده جانب مقابل پیوند بده، و همچنان شرایط یک صیغه عقد زمانی که جاری میشه باید حاوی چه چیزهایی باشه. آیا میشه کنایات هم به عنوان مثال به عنوان صیغه عقد مورد استفاده قرار بگیره یا نه؟ اگر میشه که مورد استفاده قرار بگیره، تحت چه شرایطی و با عنوان شدن چه مواصفاتی باید این کار به انجام برسه؟ و یکی محصل عزیز ما بتونه که شرایط مال مرهونه درک کنه، که شرایط مال مرهونه چی هست و چه چیزی میتونه که مال مرهونه واقع بشه، و ای که مرهونه بهی چی هست و از چه شرایطی برخوردار میباشه و بتونه که تمام این موضوعات رو شرح کنه به دیگران، واضح بسازه و در مواقع مختلفی که در قبال مسائل رهن قرار میگیره بتونه که انمو شرایط و مواصفات لازمه در ارکان بس بگیره. چون بس ما به شما شرایط ارکان هست و عاقدان و صیغه و مال مرهونه و مرهونه بهی، اینها ارکان عقدرن به شما رو میرن که از خود مواصفات خاص خود در طبیعتن که دارن و باید مد نظر هم باشه. روش ارزیابی ما به شما سوال و جواب و بحث و مناقشه است. ای کاش صنف درسی ما به شما دایر می بود تا شما عزیزان سوال میکردین و ما هم با زبان ارکان خود پاسخ میدادیم، اما متاسفانه که ویروس کرونا همه ما و شما را خانه نشین ساخته. پس ما چاره نداریم جز ازی که از طریق فضای مجازی در خدمت شما باشیم. 0798-27-6002 در خدمت شما قرار داره و اینا همگی مسائلی هست که شما میتونید از 0798-27-6002 وایبر هست، تلگرام هست، ایمو هست، واتساپ هست، تماس تلفنی هم برقرار کنین. اگه سوال داشته باشین، مناقشه داشته باشین، بنده حتما در خدمت شما عزیزان خواهم بود. عنوان درس ما یک عنوان هست، اون شرایط ارکان هست. خب بریم سراغ شرایط ارکان. اولین رکنی که بسیار مهم هست، رکن عاقدان هست. عاقدان اما دو طرف عقد هستن، راهن و مرتهن. اگر یاد شما باشه، کاش که حضوری بیوتونم پرسان میکردم که منظور از عاقدان در عقدرن چه کسانی هستند. منظور از عقدرن در عاقدان راهن و مرتهن هستند. راهن رهن دهنده و مرتهن رهن گیرنده. در عاقدان لازمه تا اینا اهلیت انعقاد عقد داشته باشند، شایستگی و کفایت این داشته باشند که یک عقد منعقد بسازن و بسته کنن. یه خیلی خیلی مهم هست. حالا اهلیت در عقود مختلف طبیعتاً متفاوته. مثلا ما در عقد نکاحی که بین زن و شوی بسته میشه، در حال اگر مسلمان هستن اول باید اسلام باشه، بعدن باید مثلا طرفینی که بین خود عقد بسته میکنن
نه ولی اینا که باز شرایط خاص خودت داره و شما در قول فرمود خواندین باید عاقل باشن، بالغ باشن و از این قبیل حرفای دیگه. اما در عقل دارن منظور از اهلیت تنها عقله، بلوغ شرط نیه. یعنی که اگر هر کدام از عاقلان وقتی که عاقل باشن یا ممیز باشن، ممیز یعنی بتونن که بین بد و خوب، بین ضرر و نفع تمایز قائل باشن. طبیعتا منظور از ممیز وقتی ما میگیم سبی ممیز هست، ما دو نوع سبی داریم یا دو نوع کودک داریم، کودک غیر ممیز که معمولا او زیر سن 7 سال هست و کودک ممیز که او بعد از سن 7 سال هست، یعنی 7 سال پره کرده پا به 8 گذاشته، یعنی او آدم باز ممیز هست، بین خوب و بد، بین نفع و نقص تفاوت قائل میشه. بنابراین منظور ما از تمیز همو هست، عاقل باشه یعنی کلون باشه و از عقل کامل برخوردار باشه یا لااقل ممیز باشه. اگر عاقل نباشه و ممیز هم نباشه طبیعتا عقلی و صحیح نیست. ماده 708 مجلات الاحکام سر از این مسئله تاکید کرده. خب چرا لازم است که عاقلان اهل تمیز یا عاقل باشن؟ به خاطر ای که عقلان از توابع بیعه، در بیع بلوغ شرط نیه و مطابق مذهب حنفی سبی ممیز هم میتونه که برخی از عقود در از جمله عقد بیع به انجام برسونه. پس میتونه که عقد بیع به انجام برسونه، وقتی میتونه عقد بیع به انجام برسونه نیازی به این نیست که حتما بالغ باشه. به این جهت چون رهنم تابع احکام بیع هست، ما میگیم که در عقد رهن هم علمو تمیز کفایت میکنه، نیازی به سایر مباحث و موضوعات نمیباشه. خب این سبی هرگاه چیزی رو برهن میده، خب رهن از این موقوفه، موقوفه بر اجازه ولی و بزرگ و کلان از او هست که او بیایه و این اجازه رو بده که اما عقد نافذ بشه یا نافذ نشه. خب شرایط صیغه، صیغه باید که اولا واضح باشه، کاملا واضح و آشکار باشه، مبهم نباشه. صیغه های مبهم جایگاهی در انعقاد عقد دارن به هیچ عنوان نداره. واضح باید بگم من امی خانه رو بره تو برهن دادم. اگر یک آدمی آمد در قالب الفاظی که کاملا مبهم بود و غیر مفهوم بود و فهمیده نمیشد، به اصطلاح عامیانه ما و شما منمن کرد و حرفای رو گفت، با او عقد رهن بسته نمیشه. باید سریع واضح بگه که من همیر برای تو برهن دادم، خلاص. اگر گفت ایر مثلا من برای تو به نکاح دادم، همین زمین خور به تو به نکاح دادم، حالا ببینیم یک به اصطلاح واضح نیست که من منظور از این چیه، این شوخی میکنه، این جدی میگه، واضح نیست. باید واضح و آشکارا مکنون دل خود رو بیان کنه. دومی که صریح باشه و یا کنایه باشه که متعارف باشه، صریح بگه با تو با رهن دادم، و اگر از الفاظ کنایه استفاده میکنه او باز باید متعارف باشه، یعنی عرف و عادت اون منطقه او به عنوان یک صیغه اقدرن بپذیره و قبول کنه. مثلا اگر در اکشار رایج بود که به جای الفاظ رن مثلا از الفاظ امانت استفاده میکردن، مثلا گفتن برو پولار به من بده، همین امانت پیش تو باشه تا زمان که من پولار تو رو بدم. اگر منظور از این صیغه امانت در عرف و عادت مثلا رن بوده، باز وقت صحیح هست. اما در غیر او باید حتما صریح باشه، و اگر کنایه هم مورد استفاده قرار میگیره، کنایه ای که او کنایه متعارف باشه بر رن. قاطع باشه، بیشتر گفتم به اساس لفظ عامیانه منمن نکنه، قاطع بگه که بره همین بر تو برهن دادم، خلاص. مشون برهن بودم یا ندم یا باشه ببینم یا نبینم، این حرفا نباید میان باشه، به صیغه موازی باشه. نگه برهن میدم، باید بگه برهن داده بودم یا دادم یا داده بودم، یا لاقل موازی قریب یا موازی بعید فرقی نمیکنه، بگه که من برای تو برهن دادم، به صیغه موازی باشه. و اگر صیغه مضارع استفاده میکنه، یعنی صیغه به اصطلاح آینده، یا منظور از مضارع باید حال باشه نه آینده، منظور از مضارع باید حال باشه نه آینده. وقتی میگم به تو برهن میدم، یعنی همین حال به تو برهن میدم، نه یک هفته بعد، نه یک ماه بعد، نه یک سال بعد. معلق به شرط نباشه صیغه. اگر فلانی
فلان کار کرد میل برای تو برر میدم. نه، چون این حالت عقد نافذ نمیشه و قابل قبول نیست. مضاف به زمان آینده نباشه که باشه بعد از انتخابات یا بعد از نوروز یا بعد از عید یا بعد از ختم کرونا به تو برر میدم. اگر چون این صیغه های به کار برد طبیعتا او مورد قبول نیست و به عنوان صیغه های عقدرن پذیرفته نمیشه. و اما شرایط مال مرهونه، مال مرهونه همون مالی هست که برهم داده میشه. مثلا من خانه خود وقتی دلک از کسی قرض میگیرم خانه خود برهم برهم میدم، این خانه من مال مرهونه میشه. اولا که مرهونه باید مال باشه، پول نمیشه. من یک لک پول از نفر به قرض میگیرم، باز یک لک پول به او برهم میدم، پس چرا میبرم قرض بگیرم؟ دیگه خواهم یک لک که من به او برهم میدم، اون لک یک لک استفاده میکنم. باید حتما مال باشه. ماده 1770 قانون مدنی برای باره در این باره تصریح کرده مال موجود باشه. مال های خیالی مثل معلم خیالی و پلیس خیالی که شما در کشور خود داریم، مال خیالی نمیتونه که به عنوان محل مال مرهونه قرار بگیره. مال باید موجود باشه بالفعل. اگر ایقاری هست باید آنه گفته شه که ایقار در فلان موقعیت داره و محدود است بدین حدود عربه و حدود عربه و واضح مشخص بشه، خب که وجود او تثبیت بشه. قابلیت بیع هم داشته باشه. ما اموال داریم که قابل خرید و فروش نیست، خرید و فروش نمیشه. دیگه مثلا ما نمیتونیم بیایم دشتای که تحت ملکیت های عامه علفشرهایی که تحت ملکیت عامه اینا قابلیت بیع نداره که ما بیایم بفروشیم. عرف شهر مربوط به قریه، قریه میرن از او استفاده میکنن، مواشی خود در اونجا میچرانن، نیاز به این نیست که ما بیاییم او رو به فروش برسانیم. مال باید متقوم باشد، یعنی که به لحاظ شرعی مباح باشه و به لحاظ قانونی قیمت داشته باشه، ارزش پولی داشته باشه. مباح باشه به لحاظ شرعی یعنی که یعنی در خرید و فروش از او، در تعاملات از او اشکال یا منع از سوی شریعت وارد نشده باشه. مملوک راهن باشه، در ملکیت راهن باشه. راهن نقمون داره که به مال کس دگیر برای دیگری به رهن بده. معلوم باشه، واضح گفته شه که مثلا فلان متر است یا اقار است. اقار اگر از باغ، دکان، آپارتمان، زمین چی هست، کدام چند متره، کجا هست، همینها باید واضح باشه. مشغول به حق نباشه، یعنی کسی دیگری بر او حق نباشه. مال خالص خود آدم برن بده. اگر مالی که مثلا بگیره و کسی دیگری هست، اگر مالی که مثلا کسی دیگه بالای از او حق دیگری داره، حق اختصاصی مثلا داره یا حق دیگری داره، ما حق داریم که او برهن بدیم. مشغول به حق میشه که وقتی کسی در اونجا یک مثلا دیپوی ما برن میدیم، داخل از او یک چیزهای گذاشته باشه که از کسی دیگری باشه، او کرایه کرده باشه، و باز ما نمیتونیم که او برن بدیم. به خاطر که برن بدیم این به قبض اون نفر در میایه. بازی کسی که مالای خود در اینجا گذاشته چگونه بیای از این مالها استفاده کنه؟ بنابراین مشغول به حق نباید باشه. تحت حیازت در آمده بتونه، یعنی اینطور نباشه که به حیازت در آمده نشه. مثلا میگیم که ما لایه اوزون رو به تو برهن میدم، خب لایه اوزون کی میتونه تحت حیازت خود طلا بده؟ یا پرنده هایی که در آسمان در حال حرکت هستن، الان پرنده ها به تو برهن خود او میره برد کار، خب پرنده در حال پرواز است، از کجا ما بتانیم او تحت حیازت خود در بیاریم که باز برهن بدیم؟ این که مشاع نباشه، یعنی مشترک نباشه. مشترک در بین به اصطلاح دو یا سه نفر یا بیشتر نباشه. این میگن شرایط مال مرهونه. و اما مرهونه بهی، منظور از مرهونه بهی عزیزان اما چیزی است که به خاطر او رهن داده میشه. مثلا من دلک افغانی از احمد پول قرض میگیرم، خانه خود به او برهن میدم، امی دلک افغانی که من دینی گرفتم این مرهونه بهی است. یعنی به خاطر ازی، به سبب ازی مرهونه بهی میگن، به خاطر که به سبب از او، به خاطر از او من رهن میدم. خب اگه دین نباشه ما چرا رهن بودم؟ دین و رهن لازم و ملزوم یک دیگر هستند که ارگا دین لازم و ملزوم به این معنی که یعنی رهن باید حتما با یک دینی در برابر یک دین داده بشه. منطور دین لازم نیه که حتما باید به خود رهن داشته باشه، اما رهن لازم هست که یک دینی به او باشه. به خاطر بود میگن
مرحوم نبی. و مرحوم نبی هم از ارکان عقد دارن هست و هم از خود شرایطی داره. اولا اینکه دین باشه، خب دین باشه، دین هست، امی دین مطابق ماده 1771 باید بر ذمه باشه، بر ذمه، بر ذمه شخص باشه. منظور از ذمه همون محل اعتباری است که تمام حقوق و وجایب و مکلفیت ها بر او تعلق میگیره، محل اعتباری است در افراد و اشخاص که تمام حقوق و وجایب به او تعلق میگیره و از لحظه ولادت تا هنگام وفات با شخص همراه میباشه. دیگه بر ذمه ثابت باشه. اگه بیع باشه که ناثابت باشه ما به چی کار داریم؟ ثابت نیه، سندی وجود نداره، شاهدی وجود نداره، خب چون دین رهنی هم به کار نداره، باید که ثابت باشه. چون اگر یک وقت جنجال باشه به خاطر رهن، محکمه بتونه که بدونی درست به این قضیه رسیدگی به عمل بیاره. به این جهت ثبوت دین بر ذمه شخص لازم و ضروری است. در حدی باشه که بتوان از آن مرهون بهیر به دست آورد. یعنی چی؟ یعنی تناسب باید بین دین و مرهونه باید باشه، یعنی بین مرهونه و مرهون بهیر یک تناسب باشه. مثلا من دلک از احمد قرض میگیرم، یک خانه، یک لکیر، یک فرش، یک لکیر فرش 5000 به او برن میدم، آیا میشه که ما دلک افغانی از این فرش یا از این خانه یک لکیر به دست بیاریم؟ قطعا نمیشه. پس وقتی که نمیشه، پس این نمیتونه که رئیس مرهون بهیر واقع بشه. تفاوت اندک گپی نیه، مثلا درک پول به قرض میگیریم، خانه نولکیر میدیم، او هم قبول میکنه، این خیره باشه، عرف این میپذیره، ولی تفاوت فایش اگر باشه این قابل قبول نیست. این مضمون بهی باید این مضمون به ذات باشه، این مضمون به ذات باشه، یعنی به ذات خود قابلیتی داشته باشه که مورد تاوان قرار بگیره. مثلا اگر مثلی است به مثل خود و اگر قیمی هست به قیمت خود او مورد تاوان قرار بگیره. به این میگن مضمون بهی. مضمون به ذات، مضمون به ذات داریم ما و شما و مضمون به غیر داریم. مضمون به غیر خواسته باشه مثلا یک مثال واضح بسازیم، مثل مبیعی که نزد بایع باشه، مبیعی که نزد بایع باشه، خب وقتی که به مشتری هنوز تسلیم نکرده، اگر آسیب به او میرسه او مضمونه به ثمن، یعنی ثمن پس باید برگردونه. مثلا من پول میدم مطهر میخرم، مطهر هنوز دست بایه به من تسلیم نکرده، من پول رو بدادم، این مطهر خراب میکنه یا مثلا آسیب جدی به او میرسونه، خب باید توان بده. توان همینه که پس پول ما بده مطهر و از خود باشه دیگه. او لازم نیه بره، نمیتونه ادعا کنه که میرم بر تو مطهر دیگه این نمی پیدا میکنم، نه من هم همه مطهر هستم. مثلا به این جهت باید مضمونه به ذات باشه، نه مضمونه به غیر. خدا کنه که فهمیده باشیم. سومی که صلاحیت داشته باشه تا مرهون بهی واقع بگرده، صلاحیت داشته باشه تا به عنوان مرهون بهی واقع بشه. خب پرنده هایی که در آسمان در حال پرواز هستن که صلاحیتی دارن که مرهون بهی واقع بشن؟ بالقوه اگر دارن، بالفعل ندارن. ماهی که داخل دریا هستن مثلا، برده که فرار کرده، مالی که دزدی شده، مطهر دزدی شده، بگم مطهر دزدی من به تو برند باشه، صلاحیت نداره که مرهون بهی واقع بشه. و ای که مرهون بهی معلوم باشه، معلوم یعنی مشخصا، یعنی مشخص باشه قدر و جنس از او. مثلا اگر دلک قرضه، این دلک اولا قدرن دلک 5 لک، 9 لک، 7 لک، چندی 50000 چندی، یک دوم وصفن این دلاره، کلداره، یوروی، مثلا روبل، منات، ین، چی هست. این بسیار مهم هست که واضح و مشخص باشه که مرهون بهی همین چیز هست. وقتی که این شرایط در مرهون بهی تحقق پیدا کرد و این شرایط در مال مرهون تحقق پیدا کرد و این شرایط هم در صیغه تحقق پیدا کرد، در حقیقت و این شرایط هم در عاقدان تحقق پیدا کرد، در حقیقت ارکان رنج با تمام شرایط خود هست پیدا میکنه و چون این ارکان موافق با شرایط خود هست، ما هم میگیم که بر او آثار عقد رنج طبیعتا مرتب میشه و تمام او احکام که فقه اسلامی و قانون مدنی در مورد رنج پیش بینی کرده مو به مو بر چون عقد تطبیق میشه و آثاری که لازم هست
و اجراءاتی که لازم است از سوی محاکم و از سوی فقها در خصوص او مد نظر گرفته میشه. ایزان این بود درس امروز ما. شما تا درس آتی همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. الله حافظ و نگهدار شما باد.